سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما ما رو دارین از کانال کریپتو فاندر در یوتیوب تماشا میکنید امیدوارم تا اینجا از ویدیو که براتون تهیه کردیم لذت برده باشیم طبق روال گذشته روی بحث تست استراتژی روی تقاطع اس ام سی و 50 روی 300 ارز اول بازار میخوایم مطالبی رو با هم مرور کنیم توی این ویدیو قصد دارم ببینم کدوم ارزها با این استراتژی بیشترین بازدهی رو در بازه زمانی مورد تست ما داشته و کدوم ها میتونه شرایط بهتری رو برای ما مهیا کنه تا بتونیم ازش سود بیشتری رو ببریم فرست مطالبی که خدمتتون میخوام ارز کنم مطابق معمول بر استراتژی استراتژی معاملاتی انواع استراتژی و بکتست و, و سازی این استراتژی ها در 300 ارز اول بازار بر اساس مارکت کپ هست استراتژی معاملاتی همونطور که خب همه میدونیم و بارها بارها هم در ویدیوهای مختلف و قبلی من تکرار شده استراتژی بر اساس قواعدی که یه معاملگر بر خودش از پیش تعریف میکنه قسمتیش تو بحث تکنیکال میتونه باشه فاندامنتال باشه آنچین باشه یا هر داده ای که به نظر شما میتونه این داده داده با ارزشی باشه و در ترکیب با اون الگویی که مد نظرتون هست یک استراتژی برای خودتون طراحی بکنید خب این چیزی که اینجا مورد استفاده قرار میگیره توصیه خرید و فروش نیست بدیهیه که خرید و فروش بر اساس اون بر اساس خود معاملهگر هست و اصلا بحث فاینانشل ادوایس نیست لذا بیشتر جنبه آموزشی داره و امیدوارم ازش بتونید استفاده کنید چالش یه استراتژی اطلاعات قیمتی گذشته است یعنی ما وقتی که داریم بر اساس یه استراتژی معامله میکنیم و مثلا حالا بیشتر رو حوزه تکنیکال داریم بر اساس دیتای قبل تصمیم گیری می کنیم و بر اساس اون پیش بینی می کنیم که در آینده چه اتفاقی بیفته که خب طبیعی هستش که یه همچین الگوی الگوی پرمصرف و پرتکراری هستش که اکثرا از این دارن استفاده می کنن مخصوصا تو تحلیل تکنیکال که می اصلا پایه و اساسش بر اساس دیتای گذشته است یکی دیگه از چالش های استراتژی که روند توی بازار عوض یه دفعه تا الان مثلا بازار رنج بوده یا بازار سعودی بوده یه دفعه برعکس بشه به همین خاطر هر وقت که بازار یه به قول معروف یه نقطه عطف جدیدی در خودش ایجاد کرد نیاز هستش که شما دوباره استراتژی ها رو آپدیت کنید پس این دیتایی که نه تنها تو این ویدیو بلکه تو ویدیوهای دیگه مربوط به بکتس استراتژی من میبینید به تا زمانی که بازار تغییر اساسی نکرده باشه اون روند روند قابل اتکاب و قابل استفاده ای هست شناسه ای اولگو و همراه تغییرات اونها ثابت موندن اولگو در تایم فریم های مختلف و موفقیت اولگو در ارزهای خاص از چالش های استراتژی یعنی اینکه شما نمیتوانید یک استراتژی رو در نظر بگیرید که در تمام ارزها و در تمام تایم فریم ها جواب بدهد یا یک استراتژی رو در یک ارز در تمام تایم فریم هاش به شما جوابی یکسان یا همراه با سود بدهد به همین خاطر باید دقت داشته باشین که اگر جایی میبینین که میگن یه ما یه استراتژی داریم چند صد هز... چند صد ایک، چند هزار ایکس برابر شده باید دقت کنید در چه بازه زمانی در چه تایم فریمی مورد استفاده قرار گرفته حتماً هم خودتون بک تست بزنید استراتژی که من امروز میخوام با شما بررسی کنم تقاطع اس ام هست به این صورت که در حالت بولیش و بیریش به این صورته که زمانی که SMA سی کراس اوور کنه کراس اباف کنه SMA 50 رو و قیمت دو تا کندل بالای SMA C بسازد وارد معامله میشیم و زمانی میفروشیم که SMA سی 50 رو به سمت پایین قطع بکنه و قیمت بیا زیر قیمت زی SMA C و استابلاس هم میذاریم قیمت روز گذشته یعنی قیمت روز گذشته اگه اومد پایین زودتر بر ما یه SL بزنه و از بازار خارج بشه رو بیریشش هم همونطور که مشاهده میکنید تو تصویر زمانی پوزیشن شورت میگیریم که اسمه سیب کراس بیلو کنه یعنی بیاد پایین تر از اسمه سیب و قیمت دوتا کندل زیر این بسازه و زمانی پوزیشن رو میبندیم یا بای میزنیم توی اصلا فیوچرز که اسمه سیب بره بالا اسمه پنجا و یک کندل و قیمت بالای کندل سی کلوز بده و استاپلاسش هم زمانیه که بالای قیمت روز گذشتهش قرار بگیره به این صورت ما این استراتژی رو طراحی کردیم در نظر داشته باشین که این پیشورزیات پیشفرزیات مربوط به استراتژی هر کدومش عوض بشه میتونه نتایج مختلفی رو به همراه داشته باشه حالا بستگی به شدت اثرش داره چقدر میتونه تغییر توی میزان بازدهی ایجاد بکنه ما فرضیتمون توی این بک تست 300 ارز اول بازار بر اساس مارکت کپ روی دیتا بایننس رفتیم بازه زمانی 90 روز گذشته است و قیمت ها بر اساس معاملات اثبات هست که شما بتونید این رو خیلی راحت تر هم خودتون ترک بکنید بک تست استراتژی ما در مجموعه م... کنترل استراتژی ها روی اس ام 5 و 10 10 و 20 30 و 50 ایمه 9 و 12 12, و 12 و 26 و 12 و 50 و این نوع استراتژی پاپیولار به قول معروف خیلی مورد استفاده در بازارهای مالی توسط معامله گران هستش که همونطور که مشاهده میکنید توی تصویر مثلا گلدن اند اسکراس رو داریم یا اینکه مثلا بیاد به ساپورت ایریا یه تاچ بزنه برگرده بالا و این کراس های 58 و 13 اتفاق بیفته که در ادامه ویدیوهایی که براتون تهیه کردیم این رو ارائه خواهیم کرد در نظر داشته باشین که این مجموعه ویدیو یک مجموعه ویدیوی منحصر به فرد و بینظیرش مطمئن باشین جایی مثل این رو پیدا نخواهید کرد و علتش هم اینه که حالا تو یا تو سایت های دیگه هم که میبینید مثلا بحث های بک تست دارن نمیان 300 تا ارز به شما به صورت یک جا ریزالت بدن دونه دونه بعد انجام بدین و خب هزینه ای هم بابتش باید پرداخت بکنید بابت اون حق اشتراک و کلی محدودیت های دیگه هم درش وجود داره اما اینجا بغیر از اینکه ما همه این بک تستا رو میزنیم میایم با هم مقایسهشون میکنیم این اس ام ای تا ای ام ای و اون 9 تا استراتژی رو بعد تو اینا میگیم تو این بک تستا کدومش از همه بهتر جواب داده و بعد حتی میایم اونی که از همه بهتر جواب داده رو هم بهینه‌سازی به میکنیم که این اپتیمایزیشن واقعا یه چیزیه همونطوری که عرض کردم بی نظیر و منحصر به فردیه که کسی به راحتی در اختیار شما روی اینترنت نمیذاره مطمئن باشین من گشتم در این خصوص و به این نتیجه رسیدم که این اطلاعات میتونه برای شما هم با ارزش باشه بریم در ادامه مسیر بهترین استراتژی بر هر رمز ارزی که خدمتتون عرض کردم با استفاده از هوش مصنوعی و بینسازی با استفاده مقایسه و تغییر پارامترها انجام شده این محاسبات بر اساس ربات هست دیتا رو گرفتیم همونطوری که گفتم بر اساس پیش که خدمتون عرض کردم و بعد در نهایت ما اومدیم اینا رو بک تست زدیم بینسازی هم به این صورت بوده که جابجایی و تست پارامترهای هر استراتژی و بررسی بیش از 5000 حالت مختلف برای هر ارز در هر دو حالت بولیش و بریش یعنی ده هزار حالت رو توی یک ارز اومدیم بررسی کردیم و تنظیم آر جهت بینسازی که در فایل اکسل خواهید دید من برم سراغ فایل اصلیمون اطلاعات کاملش رو میتونید تو سایت، توی صفحه تل، کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام هم به دست بیارید خب من برم سراغ اسمه سی و 50 تو تایم فریم یک روزه همونطور که مشاهده میفرمایید من اینجا این هم فریز کنم که شما راحت بتونید ببینید ارزای مختلف اینجا قرار داده من این 90 روزه و این ام استراتژی رو اگر هایدش بکنم که شما بتونید سفر رو بهتر ببینید اینم ببرمش بالا که ماکسیمایز بشه این صفحه خب اگر بتونیم اینا یه خورده کوچیک‌ترش هم کنیم بهتره خب اینا ببندم دوباره عرض شود که خب بریم سراغه همونطور که خدمتون گفتم چیزی بالغ بر الان 283 ردیف ما اینجا عرض داریم که توی بازه یک روزه در با استراتژی 35 همون که خدمت گفتم مورد بررسی قرار گرفته من میام بر اساس پروفیت اینها خدمتتون سورتش بکنم ببینیم که بیشترین بازدهی روی این استراتژی مربوط به کدوم ارز بوده همونطور که مشاهده میکنید من بر اساس این استراتژی میام بعد بیایم پایینتر ببینیم به چه صورتیه RNDR به USDT همش این بکتسی که ما انجام دادیم 170 درصد پروفیت داشته توی بازه سه ماهه که بخوایم تعمیمش بدیم سه تا 170... 4 تا 170 تا چیزی بوده 4 تا 600 700 درصد بازدهی این ارز میتونه به صورت خطی در یک سال باشه با 20 تا معامله و اس ا... ا... با اس این اسمه ای باید باشه اس 35 استاپ 9 درصد و تک پروفیت 18 بهترین جوابیه که روی اسمه 35 ها میگیریم روی اوشن یو اس روی اه اه ارز اوشن 149 درصد الارسی 113 درصد همونطور که من میان پایین شما مشاهده بفرمایید 112 SCU 95 RLC 94 همونطور که همینطور مشاهده بفرمایید اینو سفر آروم میارم پایین که شما بتونید هر جاش که لازمه حساب بکنید اون مواردی که مد نظرتون هست رو یادداشت بفرمایید خدمتتون عرض شود دیگه همونطور که میایم پایین تر SQL GMT همونطور که میبینید 56 درصد بازدهی داشته من یه مقدار سفر رو بیارم پایین تر همونطور که اینجا مشاهده میکنید این عدد داره هی داره چون از بیشتری به کمترین زدم داره کم میشه همزمان که شما دارین این عدد رو نگاه میکنید من یه توضیح بالاتر بدم پرافیته که مشخص میزان بازدهیشه بای ان هولد ریترن یعنی بخریم بندازیم کنارتون بازه سی روزه مثلا رو جی ام تی 56 درصد با این استراتژی جواب میداد میخواستیم بخریم بندازیم کنار 23 درصد پس همیشه خریدن و نگه داشتن و هولد کردن شما رو به سود نمیرسونه شارپ ریشیو یک و همه که در مورد شارپشی توی ویدیوهای قبلیم صحبت کردم کلی اطلاعات خدمتتون دادم اونجا میتونید ازش استفاده کنید ماکسیمم درا دانش یعنی بیشترین حالتی که میاد تو زیان دیگه همین باین هولدش با... نزدیک این باین هولده بوده 23 درصد وین ریتش 57 درصد، آلبروکسی رو بخوایم بهش نگاه بکنیم چیزی بوده 70 80 درصد وین ریت اون مثلا جواب قابل قبولی به ما میده 7 تا ترید زده پوزیشن بیریش پوزیشنش هم بیریش بوده با تک پروفیت 4 درصد و 8 درصد یعنی این کراس هر موقع اتفاق افتاد با این استاپ لاس و تک پروفیت میتونید شما به یه سودی حدود 56 درصد دست پیدا کنید خب من این فایل رو یه مقدار بیارم پایینتر که شما اطلاعات بیشتریش رو ببینید فکر میکنم دیگه تا مثلا سی درصد دیگه ارزش بررسی داشته باشه پس در نظر داشته باشین اس و ای تو این ارزها با این شرایط به ما جواب میده و تو ارز حالا میایم پایین‌تر ببینیم حتی مثلا میتونه ما رو به زیان هم برسونه در نظر داشته باشین که روی اون ارزها از این استراتژی استفاده نکنیم همونطور که مشاهده میفرمایید بعضا بعضی از ارزها رو دوبار مشاهده میکنید تو این لیست دقت بکنید که این تا بیلیش و بوریش داره. یعنی اینکه همراه مثلا بازار سعودی یا رو بازار نزولی که میتونید پوزیشن شورت بگیرید ارائه شده پس دقت داشته باشیم که به این صورته من این سفر رو میارم پایین همونطور که میبینید هی داره کم میشه این میزان بازده یا من از این ور میام که یه مقداری شما بتونید که مثلا فرصت بکنید اینا رو پاز بکنید ازش استفاده بکنید همونطوری که مشاهده می‌کنید دیگه خیلی کوچیک شد که به تعداد معامله‌ای که میزنید و کارمزدی که بعد پرداخت بکنید به صرافی دیگه عملا شما رو به نقطه در بهترین حالت به نقطه سر به سر میبره حالا دیگه اینجا میبینید بازه صفر و حالا بازه منفی میایم در پایین ترین حالت ببینیم که بازه منفی رو سند بوده روی این ارز با 23 درصد منفی روی استراتژی 35 در از پس پس 35 روی سند جواب نمیده روی این جواب نمیده الدیو جواب نمیده تی تی USDT جواب نمیده فایل در حالت بولیش جواب نمیده و روی کدوما جواب مثبت میداد اون ارزهایی که اون بالا برای شما لیست کردم تو چه تایم فریمی تو تایم فریم یک روزه من برم سرو سراغ تایم فریم چهار ساعته همین حالت رو ما تو تایم فریم چهار ساعته مورد بررسی قرار دادیم بیام اینجا برای شما فریز کنم اینو که بتونیم به صورت خیلی بهتری اینو مشاهده کنید این دوتا رو میتونم اینجا هاید کنم که صفمون یه مقدار بهتر شه یکی دو تا اینجا فکر میکنم دیگه بهترین حالتش باشه دوباره این رو میام رو حالت نزولی سورتش میکنم که از بالاترین بازم آر می دی میبینی ولی تو چهار ساعت تو بیشتر از حالت به اینجا هفتاد درصد تو یک روز جواب میداد تو چهار ساعته ده درصد 31 معامله زدی اینجا اینجا 20 تا خب تعداد معامله تو چهار ساعته قاعدتا بیشتره همونطور که مشاهده میفرمایید دوباره همین ها با همین توضیحات استاپلاس 9 درصد تک پرافیت 18 درصد همینطوری سورت شده اومده پایین من اه, این سفر رو تیکه تیکه برای شما میارم پایین که مشاهده کنید ببینید مثلا ارزی مثل LPT 105 درصد تو بازه سه ماهه بازدهی داشته باین هولد 41 درصد بوده درادانش هم 24 درصد بوده ولی وین ریت 61 درصد یا وین ریت قابل قبولی با 13 تا معامله تی پی 10 درصد و اس ال 5 درصد با آر با آر 2 تونسته 105 درصد پازدهی بزنه توی پازه یه استراتیش ساده است یعنی اصلا دنبال چیزای پیچیده نمیخواد شما ها برید و زمان بذارید من این رو بیارم پایین تر همونطور که مشاهده میکنید ارزهای دیگه ای رو اینجا قرار گالا که حالا خیلی هم مورد استفاده بچه که تو بازار فعال هستن قرار میگیره فایل کوینه همینطور اه اه زیل و ارزهای دیگه من اینو بیارم پایین تر شما دوباره باز میبینید تو 50 درصد 56 درصد بازه ای تو چاره. تا چار... تایم فرم 4 ساعته در نظر داشته باشید که اه این اه موضوع تا زمانی که روند بازار تغییر اساسی نکرده قابل استفاده است با همین الگو پس اینا رو بنویسین تو 300 تا ارز اول تو این 300 ارز اول مارکت کپ حدود 220 تا 230 تا ارزش حتما تو بایننس هست حتما تو کوین ایکس و کوکوین هست که بتونید ازش استفاده بیشتری ببرید ضمنا در حالا من اینو بیارم پایین تر همزمان که شما دارید اینا رو میبینید من توضیحات تا حدود سی درصد میام دیگه برگشت میگذاریم ازش یه نکته دیگه وجود داره شما میتونید استخر تعریف کنید برای خودتون یعنی فیلتر اولتون چی باشه مثلا اون ارزی که با پول هوشمند فیلتر شدن و افتادن تو پول هوشمند در نظر بگیرید لیست میشه اینا رو خب هر هفته من دارم رو میذارم تو صفحه اینستاگرامم لینکش این بالا براتون میذارم که بعدا ازش استفاده بکنید تو تایم فریم یک ساعته و چهار ساعت و سی دقیقه دارم یه اطلاعاتی رو برای شما به اشتراک میذارم اما این اطلاعاتو میتونید اینجوری بگیرید بگیم مثلا این 10 تا ارز اومده توی واچ لیست من بعد بیاین با این هم مقایسه کنید ببینید که تو این تایم فریم که میخواین الان معامله کنید این ارز بهترین خدمتون ارز شود مثلا استراتژیش کدومه با اون شروع کنید معامله کردن در نظرم داشته باشید دیگه من این اون نه تا و اون 6تا میشه چند تا 15 تا 15 تا تو دو حالت دلیش و میشه سی حالت رو دارم بررسی میکنم و تو این سی حالت تازه میام میگم بهترین حالت برای یه خاص دقیقا چه چیزیه که تو این مجموعه ویدیوها میبینید این ویدیوها فقط برای اون ویدیوهای بهینه‌سازی فقط برای کسایی قابل استفاده است که کانال رو سابسکرایب کردن پس تا اگر تا الان کانال من سابسکرایب نکردید حتما دکمه سابسکرایب سمت راست پایین گوش... این اه... گوشه صفحه پایین بزنید تا از این کانال بشین و از آخرین اخبار اطلاعاتی که من براتون به اشتراک میذارم بتونید استفاده کنید من اینو بیام پایین تر همونطور که مشاهده میکنید دیگه این عدد هی داره کم و کم و کمتر میشه تا اینکه برسیم به سی درصد بله دیگه اینجا دیگه میشه رو چهار ساعته دیگه از خیر معاملهش بگذاریم به خاطر اینکه تعداد معاملاتش خیلی میره بالا تو چهار ساعت و شاید مثلا شما فرصت گرفتن این گین رو نداشته باشین فقط این در زمانی که تبدیلش کنید به یه ربات خیلی خوب جواب نشون شما این اختیار استراتژی در اختیار ربات گذاشتی و اون داره بر اساس این خرید فروش میکنه بیام پایین ترینش رو که اگر نگاه کنیم ببینیم چقدره 35 درصد بود این استراتژی ما رو تو زیان میبره که بهتره توی این مجموعه ارزایی که اینجا توی حالت منفی قرار گرفتن به هیچ عنوان از این استفاده نکنیم یه سری هم صفر زیر 10 در در... درصد زیر 30 درصد به نظر من دیگه هیچ جذابیتی نداره من برم سراغ حالت یک ساعته اینم هم همچنان ماکزیمایز کنیم این دوتا رو ببندم که این دوتا رو ببندم که صفحه ما یه مقدار بزرگتر بشه زوم بیشتر و در نهایت بر اساس پرافیت من میتونم اینا رو سورتش بکنم خب همونطور که مشاهده میفرمایید دو... حالا TWT تی... تی تی با 71 درصد دو تایم فریم یک ساعته بیشتر این بازی داشته SKL GMT مانا آدیو ویوز اگه یادتون میشه ویوز چه بازدهی عجیب و غریبی داد دیگه یه دفعه اینجا افت پیدا میکنه میره رو 28 خورده ای درصد که دیگه تو تایم فریم های یک ساعته این استراتژی اس جواب خیلی جزایی به ما نمیده پس ترجیح میدیم که از چیز این مهم... یعنی همین دیگه من به این نشه برسم که رو چه ارزی تو چه تایم فریمی جواب میده تو چه ارزای جواب نمیده دونه که جواب نمیده از لیست خودم حظ میکنم همونطور که میبینید یه سری بازدهی صفر و بعد میره بازدهیای منفی و ببینیم در پایین ترین حالتش بیشترین زیان اوه اوه چه وی جی ایکس 66 درصد ای اس تی 63 درصد اینا یعنی رو آی سی پی که خب به هر خیلی هم روش چه بودن یا او پی که توی پول هوشمندم میاد روی یک ساعتش روی اس ام ای 35 استراتژی خوبی نیست حالا چه استراتژی خوبی برای اس ام ای برای ارز او پی این رو در ویدیوهای آینده در قسمت بهینه سازی خواهید دید که امیدوارم مورد استفادهتون قرار بگیره امیدوارم ویدیو قابل استفاده براتون بوده باشه با اشتراک این در سایه شبکه های اجتماعی ارسالش برای دوستاتون کمک میکنید که اونها هم از این اطلاعات بهره بشن و ضمنا به ما هم کمک میکنید تا شبکه دوستانمون رو گسترده کنیم امیدوارم که ایام به کام باشه موفق و پرسود باشید خدا نگهدار